خانم آقایان درود بر شما به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتتون هستم و این خبرها و بزرگات ارتباطی با هیچ رسانه‌ای نداره چهارشنبه 16 اکتبر 24 مهر ماه هست فضای مجازی پر شده از مطالب مختلف در مورد دستگیری روح زم بار اول ساعتی بعد از اعلام دستگیریش بنده مسائلی رو خدمتون عرض کردم که خیلی ها دانسته یا ندانسته رد کردند فیگارو در فرانسه همه رو تایید کرد خیلی میپرسند که منابع شما کجاست دوستان ما همیشه نمیتونیم منابع خودمون رو بگیم و لزوما در شرایط فعلی ترجیح میدیم که این منابع محفوظ بمونن به خاطر امنیت خودشون و درخواستی که از ما شده ولی اساسا خیلیا از ما سوال کردن در مورد روح و لازم بعضی از افراد خب چون آمد نیوز معمولا مطالب ما رو هم منتشر می کرد خیلی ها از ما سوال کردند که ارتباط شما چی بوده چگونه بوده دوستان بنده با همه رسانه های مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشتم و دارم همه افرادی که در سطوح رسانه علیه نظام فعالیت کردند رو ما دوست خودمون میدونیم صرف نظر از اینکه ممکنه به لحاظ فکری با هم متفاوت باشیم و مخصوصا با آقای زم ما به لحاظ فکری کاملا در دو سوی متفاوت بودیم روح الله زم فکر میکرد که جمهوری اسلامی پوست میندازه به قول خودش به گفته خودش و تنها لازم هست که دعوای بین جناهای رژیم گسترش پیدا بکنه ما از اول معتقد بودیم هستیم خواهیم بود که جمهوری اسلامی در تمامیت خود باید سقوط بکنه سرنگونی جمهوری اسلامی در تمامیت خود باید اتفاق بیفته در غیر این صورت هیچ یک از اهداف مردم ایران تحقق پیدا نخواهد کرد ولی این کاملا روشنه که ما انگشت میگذاریم بر نقاط مشترک با همه مخالفین و سعی میکنیم که این نقاط مشترک رو برجسته کنیم و نه اختلافات در حال حاضر سپاه پاسداران میخواد یک بزرگ نمایی بسیار گسترده با اهداف ویژه در مورد روح لازم انجام بده چندی قبل خودشون میگفتند که ما در تور در دام اطلاعاتی ما بوده و رسد میشده و حتی خودمون بهش خبر میدادیم حالا میگن که سر معروف ضد انقلاب که سرویس های جاسوسی کجا و کجا ازش حمایت میکردند کاملا ضد و نقیص موضوع اساسی این هست که روح لازم به دلیل روابط خانوادگی و اینکه فرزند آخوندی بود که با حکومت جمهوری اسلامی هست و در گذشته خودش هم با فرزندان رفسنجانی افراد درون جمهوری اسلامی کار کرده دسترسی داشت به برخی از این افراد و خود این افراد بهش خبر میدادند. در حال حاضر اگر واقعا بخوان اگر واقعا بخوان دنبال این برن که منابع زم کسانی بودند اگر ده درصد اخبارش درست بوده باشه نمت درصدش ساختگی و غلط بوده باشه افراد درون جمهوری اسلامی هستند افرادی که در واقع هنوز هم در جمهوری اسلامی هستند تا جایی که ما خبر داریم صادق آملی لاریجانی علی رضایی یعنی فرزند محسن رضایی و یکی از فامیل های محسن رضایی اینها منابع روح لازم بودن و تعداد دیگری از این افراد خب اینها اگر راست میگن که سر شبکه به قول خودشون یک رسانه متعلق به اسرائیل و آمریکا و عربستان و نمیدونم همه دشمنان نظام رو اووردن در یک عملیات بسیار پیچیده منتقل کردند به ایران هدایت کردند یا به قول خودشون به ایران و کلی بزرگ نمایی خب باید این افراد رو دستگیر بکنن و اینها رو محاکمه بکنن جلوی دوربین ها ولی ما شک داریم که این اتفاق بیفته مخصوصا در مورد صادقی لاریجانی برادران لاریجانی در مورد محسن رضایی و در مورد خانواده هاشمی رفسنجانی خانواده هاشمی رفسنجانی که اینا تغذیه کنندگان روح الله زن بودند هرچه بود یک عملیات بسیار ساده و احمقانه که در ساده ترین حالت با کمی هوشیاری میشد جلوگیری کرد با اندک هوشیاری میشد جلوگیری کرد داستان اینقدر عجیب بود که وقتی ما اعلام کردیم دوستان خود من به من میگفتن ممکن نیست اومده باشه عراق در صورتی که ما میدونیم که وارد عراق شده بود از طریق اردن و حتی به حرف خونوادش به دخترش گوش نداده بود که نرو به پلیس فرانسه گوش نداده بود هیچ مسئولیتی متوجه فرانسه نیست در واقع مسئولیت متوجه دولت عراق هست دولت عراق هم تکلیفش روشنه در واقع در کل عراق تنها دو استانش حیات خلوت جمهوری اسلامی نیست بقیه استانهای عراق تحت پوشش جمهوری اسلامی نفوذ سپاه قدس هست و خیلی راحتی که اینها روح الله زم رو از اونجا ببرن هیچ دیداری با آیت الله سیستانی در میان نبوده ولی عملیات فریب بوده بهش گفتن که آیت الله سیستانی میخواد با شما دیدن بکنه راضی شده مثلا فردی که در گذشته خیلی ها به ما گفتن که فعالیت های مثلا ضد نظام رو داشته شیرین نجفی ولی در برهی که در ترکیه بوده دستگیر شده و تغییر پیدا کرده همکاری کرده این فرد کاملا دست داشته در این مسئله براش پول فرستاده و وعده داده که گفته یکی از سپانسرهای خیلی مهم که به تلویزیون شما کمک خواهد کرد میخواد از نزدیک شما رو ببینه و شما میتونید ملاقات بکنید با سیستانی سیستانی شما رو محافظت میکنه تماما دروغهایی هایی که به سادگی باور کرده و خود این شیرین نجفی از طریق کسی که حالا مدعی هست که پیام فرستاده گفته که من مجبور بودم و به من گفتن که به بچه تجاوز میکنیم اگر شما چیزایی رو که ما ازت میخوایم انجام ندید درست یا نادرستش مسئله این هست که یک عملیات پیش پا افتاده بسیار احمقانه بوزش میخوام من هیچ فرق از واژه بد استفاده نمی کنم که نباید این اتفاق می افتاد ولی افتاد جمهوری اسلامی میخواد از این نهایت بهره برداری برو بکنه ما در زمان مناسب ویدیو اعترافات عملیات مشابه رو که در مورد بنده بود پخش میکنیم که خیلی ساده همه دستگیر شدن و تو دهنی بزرگی به اطلاعات سپاه فرستاده ویژهشون از تهران به سنندج و بقیه تیمشون وارد شد خیلی ساده این اتفاق افتاد در مورد روح لازم هم شاید تاریخ بتونه پاسخ بده که چرا به این سادگی وارد منطقی شده که حیات خلوت که چه ارز کنم منطقه نفوس و اساسا بازیگری جمهوری اسلامی نجف که میلیاردها دلار فقط خامنه ای در نجف سرمایه گذاری کرده از سپاه قدس و از این, این هم که بگذاریم ولی اصل موضوع داستانی که هست در حال حاضر از انشای اولی که برای آقای زم گذاشتند که به دولت ها اعتماد نکنید مثلا به من پشیمانم اینها دقیقا هدفمند نوشته شده هدفمند پخش شده با این هدف که بگن آقا سپاه پاسداران کسی مسون نیست از تیرس سپاه خارج نیست دوستان فقط در یک سال گذشته 90 عنصر عمده سپاه پاسداران در سطوح مختلف از کشور خارج شدن با کوله باری از اطلاعات در کشورهای مختلف هستند کدومشون رو برگردوندند این همه دوست از خاوری اقلاسگرهای بزرگ ریز و درشت شاه کلید فلان شاه کلید فلان سلطان نمیدونم چی اسامی که خودشون روشون گذاشتند همه در مکانهای خیلی عادی در کشورهای غربی اروپایی کانادا دارن زندگی میکنن در استرالیا کسی هم کاری بهشون نداره پس کجاست این عملیات ویژه سپاه اطلاعات سپاه برای بازگرداندن این افراد اینها بسیار ناتوانتر از این مسئله هستند درست یک رژیم تروریست هست در تمامیت خودش و تخصصش در ترور هست ولی موردی که اتفاق افتاده و دارن ازش بهره برداری حد اکثری رو انجام میدن مورد بسیار پیش پا افتاده ای بود که از طریق یک زن تومه شد کسی رو که بسیار ساده کشوندند به وارد تله کردند و خودش هم رفت وارد تله شد دستگیر شد از این به بعد اینا دارن نمیدونن چه کار بکنن کله گنده های نظام بگن با این در تماس بوده نمیشه بگن از اول با ما بوده اینم بازم نمیشه براشون سخته برای اینکه بگم خب این همه فوشی که به خامنه ای داد آبروی پسرش رو برد گفت رفسنجانی رو به قتل رسونده اونا رو چیکار کنن خودمون یادشون دادیم پس خود یعنی در واقع در اوج استیصال هستن نمیدونن چگونه حتی دروغ پردازی بکنن که مردم رو راضی بکنن بگم با خودمون بوده با سوالاتی متوجه میشن بگم با خودمون نبوده خب کیا رو میتونن دستگیر بکنن از سطوح بالا نظام که از طریق فامیلی و همکاری در گذشته بهش خبر دادن کسی رو نمیتونن هیچ کاری بکنن مونده رو دستشون که چیکار بکنن جدا از این بگن سپاه خیلی زرنگه سپاه خیلی در عملیات بین المللی نقش داره یکی رو برمیگردونه از روزای اول میدیدیم خیلی هم میگفتن از فرانسه برگردوندن فرانسه مسئوله پلیس بین الملل با همکاری کرد فلان بزرگ نمایی مشخص شده از نجف 100 کیلومتر 100 کیلومتر با ایران فاصله داره که تازه مسیرش هم کلا سپاهی یعنی مثل اینکه رفته باشه کیش یا رفته باشه بندر عباس. فرقی نداره شاید در بندر بشه ساده تر مخفی شد اگر این طرف قضیه که خیلی پیچیده بوده و خیلی زرنگن خب اسخ اختلاسگران ما چند هزار مال باخته داریم در کشور هزاران مال باخته داریم اونها همه باید برن سراغ سپاه اعتراض بکنن بگن سپاه که شما خیلی دم از رشادت فرزندان امام زمان نمیدونم ادبیات خودتون دارید خودتون بهتر بلدید اینا رو باید برگردونید یا اینکه با شما هم دستم پولهای مجتبا خامنه ای رو که بردید بیرون 140 هزار میلیارد تومن اونها رو برگردونید افرادی که خارج شدن فرار کردن با خود اونها رو برگردونید چندین تن رو اسر... اسرائیل چند تن تن مدارک یعنی هارد کپی کاغذ های کاغذ مدارک محرمانه و فوق سری رو بردن که از مرز با کامیون بردن بیرون این افراد هوشمند و بسیار بسیار قدر قدرت سپاه کجا بودن اینا در اوج ضعف هستند در اوج ضعف سیاست جمهوری اسلامی النصر رو به رعب است در اوج ضعف هم اعتقاد دارند که پیروزی از راه ترویج وحشته مردم وحشت کنن ما میمونیم و این وحشت رو دارن سناریو سازی میکنن که هر روز خب دارن انشا مینویسن لابد حالا که چه کسایی رو که دوست دارن حذف کنن بگن که این بازم در تماس بوده بگن با ما در تماس بوده از هر طرف سوالات اینقدر زیادی مواجه میشن با چالش های اینقدر جدی مواجه میشن که باز هم مسئله فساد گسترده در نظام رو شکاف بسیار رو به گسترش در نظام رو نمیتونن مخفی بکنن و این موضوعی هست که همه باید بدونن در حال حاضر زم در اختیارشون هست هر طوری بخوان میچرخوننش در زندانه میتونن هر کاری بکنن هر کی رو بخوان دستگیر بکنن و بیارنش جلو دوربین اونم هر چی بگه و تحت اون بگن خب این گفت کاملا بی ارزش هست مسئله اساسی این هست دوستان کما اینکه ما من شخصا هر کسی دستگیر بشه از هر راهی متاسفم برای این مسئله گرچه این تقصیر خودش بوده نباید وارد دامی میشد که این اتفاق بیفته یا خیلی ها میگن نه از اول با جمهوری اسلامی نمیتونه باشه خب کسی با جمهوری اسلامی میاد میگه رفسنجانی رو خامنه ای کشت پشت پرده مجتبا اینه فساد مجتبا اینه فساد اون یکی اینه احمدی نژاد این کار رو انجام داد اون یکی چیزایی نگفته که به نفع نظام تموم بشه در مسائلی که در مورد اپوزیسیون ایران صحبت کرده همه رو ندید بگیرید نظرهای غلط ولی در مورد نظام در واقع خبرهایی بخش نکرد که به نفع نظام بوده باشه برای همین حالا سر نمیدونن چی کارش کنن منتها میخوان بهره برداری حد اکثری بشه برای ترساندن مردم برای اینکه بگن در داخل نظام خبر بیرون نفرستید ما میفهمیم بالاخره ولی نمیان بگن که حدود 90 کادر برجسته سپاه رو که از کشور خارج شدن 106 نفر سپاهی رو که دستگیر کردید اینا چرا دستگیر شدن؟ این افرادی که فرار کردن کجا هستن؟ گرچه خیلی هاشون نمیان جلو دور بید خب میترسن خونواده داریم فلان راضی نمیشن ولی اطلاعاتشون رو که دادن و در ضمن خود ما از تیمی که متلاشی کردیم اطلاعات بسیار ارزنده گرفتیم روش کارشون چجوری هست چگونه از روزنامه نگاران داخل کشور استفاده می کنن چگونه از خانم ها استفاده می کنن؟ برای فریب هیچ کدوم از روش هاشون روش های پیچیده ای نیست خیلی ساده و خیلی پیش پا افتاده و قدیمیه که اگر کسی اندکی چشمش رو باز کنه توی دام و هیچ تلهی نخواهد افتاد و این اوج ضعف و رضالت جمهوری اسلامیه دوستان موضوع بسیار اساسی اینجا این هست همه ما این رو لطفا شیر کنید تا جایی که میتونید هر موقع که جمهوری اسلامی داستان این رو بولد میکنه بالا میاره و میخواد فضا رو تسخیر بکنه با اون پشت اون یک مسئله هست یک موضوع اساسی هست که میخواد قائم کنه نیاز داره مخصوصا در حال حاضر اینها در حال از طریق واسطه دارن همین هفته پیش رو نماینده میفرستن به آمریکا برای یک زانو زدن تاریخی بهترین شرایط این بیان این مسئله رو بیارن که کسی متوجه اون نشی ما جزئیات این هیئت رو که به آمریکا میره حتما خدمتون ارز خواهیم کرد همیشه در چنین شرایطی اینها میارن یه موضوعی رو بولد میکنن افکار عمومی رسانه های مستقل و سایبری های میهنی باید مواظب باشن اونها نباید به مهره شطرنج پوسیده و در واقع بسیار بسیار عقب افتاده نظام تبدیل بشن اصل اساسی و مهم این هست که مبارزه برای سقوط باید تقویت بشه تحت هیچ شرایطی از اولویت اصلی نیاد پایین سقوط نظام در تمامیت خودش مردم اتفاقا در ماه های اخیر و حتی با موضوع زم هم به چند مسئله اساسی و چند نتیجه رسیدند نتایج اساسی یکیش این هست که جمهوری اسلامی پاسخی هیچ یک از مشکلات شما نیست و توانه و حتی میل به حل هیچ یک از مشکلات مردم رو نداره یک رژیم کاملا فاسد که افرادش سرانش در حال بل ثروت و سامان این کشور هستند میدونن که ماندگار نیستن پولها رو دارن خارج میکنن دارن در خارج از کشور سرمایه گذاری میکنن مسئله دوم این هست که ما به هیچ نیروی خارجی نباید متکی باشیم برای سقوط جمهوری اسلامی اصل و اساس خود مردم هست اراده مردم هست که معجزه میسازه معجزه با حمله هیچ کشوری اتفاق نخواهد افتاد اراده مردم هست و این اراده رو باید تقویت کرد این اراده رو باید مورد حمایت قرار داد مسئله بعدی بعد از اینکه در مسیر سقوط نظام تنها بر روی نیروی خودمون حساب بکنیم ما در هر شرایطی از موضوع اصلی که سقوط نظام هست نباید فاصله بگیریم موضوع اصلی سقوط نظام هست. باید اتفاق بیفته و میفته با اراده مردم این اراده با... باید تقویت بشه اینها که از قبل اگر دقت کنید رسانه هاشون رو می اومدن همشون میگفتن که از قلب اروپا با پلیس بین الملل این شد این شد بار دیگه خودشون افراد خودشون فرانسه چرا این کار رو کرد که اروپا رو زیر سوال ببرن که بگن شما فرار میکنی اروپا امن نیست اونجا در تیرس ماست بعد که ما اومدیم موضوع رو فاش کردیم که پلیس فرانسه چی گفته و کجا اومده خودش و پای خودش اومده تو منطقه جمهوری اسلامی بعد حالا دوباره جنگ روانی که خیر روح لازم وارد اربیل شده مثلا چرا؟ به چه دلیل؟ چون بنده مخلص شما اربیل هستم که اینو به هم ربط بدن در صورتی که ما تیم دوره دیده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رو به سادگی دستگیر کردیم اعتراف هم کردن ویدیو هم داریم به موقع همه رو پخش میکنیم و اون موقع خواهید دید که چقدر ساده چه افرادی رو از چه ضعفهایی استفاده میکنن و این پیچیدگی عملیاتی چی هست قضاوت با خودتون خواهد بود ولی گفتم دوستان از این به بعد امیدوارم این مسئله پرونده این داستان بسته بشه فردی که دستگیر شد دیگه ملزم به خوندن این شاه هست روش برای مونیتور روش می نویسن و یک واو رو هم فراموش بکنه کات میکنن میگن دوباره بخون این به نقل از افرادی که اعتراف اجباری ازشون گرفتن امریکا و اروپا هستن میتونی ازشون بپرسید کسایی که فرار کردن مخصوصا بعد از هفتاد و هشت ازشون اعتراف اجباری میگیرن و در اینم همینطور. از این به بعد میارن انشا 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 می نویسن بخونه و این رو موضوع بکنن. فضا رو باش تسخیر بکنن. ما جدا بشیم از اصل موضوع سقوط نظام نظامی که کشور رو به این روز انداخته گزارش بانک جهانی که نشون میده چه فلاکتی در انتظار اقتصاد ایرانه. فروپاشی اقتصادی که ما میگفتیم در گزارش بانک جهانی کاملا مشهوده. اومده و اینها با هزار ترفند دلار رو مثلا تونستن اینجوری گرفتن دستشون پول تزریق میکنن تهدید میکنن فضای امنیتی گزارش بانک اقتصادی داره نشون میده که اینا دارن پول چاپ میکنن و چه تورمی و چه وضعیت فلاکتبار اقتصادی در انتظار مردم خواهد بود در حال حاضر مسئله اینه که خیلی از سران نظام هم ترسیدن که چه خواهد شد خب فامیل بودن با زم خیلی چیزا منتشر شد چه خواهد شد دوستان این مسئله باید در وهله اول موجب نگرانی سران خود رژیم باشه نه مردم در وهله دوم این اتفاقی که افتاده به هر دلیلی اگر بخوان ازش بهره برداری بکنن هیچ تأثیری بر ذهنیت مردم نسبت به جمهوری اسلامی نه تنها نگذاشته بلکه همه میدونن این رژیم چه ماهیتی داره ماهیتش چی هست چگونه است و چگونه میخواد یکی رو بیارم میگه من پشیمونم در 24 ساعت مثلا با این اتفاق خیلی ها پشیمون میشن افرادی که مخالف نظام هستن میگه ما هم پشیمون شدیم النص رو بر رو باید به پایان برسه پیروزی از طریق ایجاد وحشت وحشت ها به پایان باید برسه ما راهی نداریم چیزی در حکومتی هستیم که مکارم شیرازی میلیاردها براش خرج میکنن که زنده بمونه از سرطان و از پنج مریضی زنده بمونه ولی هزاران نفر هزاران جوان در بدترین شرایط میرن کلی رو میفروشن که بتونن چند سباهی بیشتر زندگی کنن این مایه ننگ همه ماست که اگر دست روی دست بگذاریم و بی تفاوت باشیم اونصور بی تفاوتی رو باید از خودمون دور بکنیم پس امیدوارم همه این دفتر بسته بشه دوباره به همه فضای سوشیال میدیا شبکه های اجتماعی رو به فضای مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم سایبری ها مهم نیست سایبری های زیادی میان صحبت میکنن اتفاقا این نشون دهنده قدرت همه مبارزینی هست که سایبری ها میان مجبورن حرف میزنن برخلاف این میخوان تو دل مردم رو خالی اتفاقی نمیفته مهم و اساسی این هست که جمهوری اسلامی باید بره در هر شرایطی دانشجوها اومدن اعتراض کردن این اعتراضات خیلی مهم بود اینها رو ما تقویت کنیم ما مقابل یک سوال تاریخی هستیم زمانی که فرزندانمون در آینده نوه همون از همون سوال کردند شما در این دوران سیاه تاریخ این کشور زندگی می کردید چی کار کردید برای آزادی باید پاسخی داشته باشید باید همه اون پاسخی داشته باشیم راهی جزی نیست خیلی کوتاه در مورد سوریم یه موضوع رو خدمتون ارز بکنم دوستان زیادی به ما میگن آقا مسئله مبارزه با تروریزم هست در اونجا چرا؟ شما حمایت میکنید اولا دستاویز خیلی خوبیه برای ترکیه که مسئله مبارزه با تروریسم هست ترور اگر تروریسم داعش هست داعش داره آزاد میشه و خود ترکیه داره بهشون سلاح میده اسناد زیادی هست ما نمیگیم این رو خود امریکا در هوملند سیکوریتی امریکا منتشر شده ما نمیگیم همه امریکایی نه اروپایی این داستان رو میدونن افراد زیادی در داعش توسط خود ترکیه تغذیه شدند. و در حال حاضر هم میشن افرادی که در این ایسا فرار کردن 1600 نفر همه رفتن ترکیه و با اتوبوس مسلح شدن دوباره برگشتن به قول خودشون برای جنگ فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله جهاد در راه خدا این داستان نباید باعث هیچ کدورتی بین ترک های آذربایجان با کردها بشه حتی همه یه ترک های ترکیه موافق اردوغان نیستند همه این رو بدونن مخالفین زیادی داره خود اردوغان دوما اردوغان افکار عثمانی داره هنوز هم خودش رو یک سلطان نه و سلطان عثمانی میدونه که اینها اساسا ترک آذربایجانی رو به حساب نمیارن هر موقع ترک های آذربایجان ترکیه اومد از حقوق شما دفاع کرد بسیار خوشم حق دارید از ترکیه دفاع کنید ولی دفاع کورکورانه نه ما هیچ موقع میتونید برید تحقیق کنید از پیکه که حمایت نکردیم در سیاست هاش مخصوصا در ایران همیشه منتقد بودیم انتقاد کردیم و گفتیم این غلط درست اینه و حتی در کردستان سوریه ولی در مقابل کشتار زنان و کودکان نمیتونیم بیتفاوت باشیم در مقابل کشتار زنان و کودکان تحت عنوان مبارزه با ترور نمیتونیم بی تفاوت باشیم نمیتونیم بی تفاوت باشیم در مقابل مردمی که داعش رو سرکوب کردند یازده هزار کشته در جنگ با داعش بیست و سه هزار زخمی جمهوری اسلامی که هفتاد نفر کشته نداده در جنگ با داعش میگه ما داعش رو از بین بردیم ترکیه که یک نفر کشته نداده در جنگ با داعش میگه ما مبارزه با ترور رو انجام میدیم حکومت سوریه که اساسا با داعش هیچ کاری نداشته هدف اصلیش سرکوب بقیه مخالفین مسلح خودش بوده اونها مدعی هستند ولی جهان این رو داره میبینه کشورهای آزاد دارن میبینن حمایت میکنن و اونها به این دلیل حمایت نمیکنن که اینها کرد هستند به دلیل انسانیت حمایت میکنند ما هم همه از انسانیت حمایت بکنیم پاینده باشید